مظفر حسامی پزشک از استکهلم سوئد به ما پیوستند. آقای حسامی خوش اومدید. شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در کشور همچنان بالاست و البته مثل تعداد شهرهای قرمز در حال افزایشه. این شرایط کی تغییر میکنه؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز. و این سوال خیلی خیلی مشکلی جواب دادن به این، چون بخش عمده این جواب دست کسایی هست که برنامه می‌ریزن و این تصویری که شما نشون میدید و گزارشی که پخش میکنید خیلی خیلی جای نگران شدن داره عزیزم. این وضع خیلی خیلی وخیمی رو شما دارید توضیح میدید برای ایران در مورد ویروس کرونا. چقدر ویژگی های گونه دلتای کرونا در افزایش همگیری موثره؟ چقدر واکسن های موجود میتونن در برابر عوارض ناشی از گونه دلتا موثر باشند؟ واکسن ها اونایی که بعد از کنترل های لازم اومدن به بازار واکسن های اروپایی همشون تاثیر کافی دارن برای جلوگیری از بیمار شدن و مخصوصا برای جلوگیری از بیمار بستری شدن و بیماری نوع وخیم. ولی نوع دلتا هم سرایتش بیشتره متاسفانه از نسبت به ویروس های دیگه و همین که یک خود علائمش فرق میکنه با ویروس های مثلا آلفا، اینجوری که بیشتر فقط حالت تب پیدا میشه و خیلی ها ممکنه اصلا متوجه نشن، اصلا مراجعه نکنن و چون خیلی پایین سطح رسیدگی به بهداشت در این زمین ها متاسفانه خیلی پایینه و خیلی کنده واکسینه ایران، اینا خیلی خطر رو بیشتر میکنه متاسفانه. بله، حالا همین اتفاقا تا حالا واکسیناسیون کمتر از 9% شهروندان انجام شده در ایران، اون هم نه به صورت کامل که دو دوز باشه، بعضی ها هنوز فقط یک دوزش رو گرفتن و جز همین 9% حساب میشن. ارزیابی شما از این وضع و آمار واکسیناسیون چی هستش؟ بله، این خیلی جای تاسفه، خیلی خیلی جای نگرانی و جای خیلی شرم آوری برای ما، برای اینکه هم در جهان و هم در منطقه این خیلی خیلی کنده، خیلی پایینه و نمیشه نظیر این رو تقریبا دید و این خیلی جای تاسفه، خیلی پایین عزیزم. دلیل این کندی چی هستش به نظر شما آقای اسامی؟ برنامه ریزی های خیلی خیلی توی قشه ها و طبقه های خیلی زیادی میخواد و عرض کردم قبلا دسترسی مردم به بهداشت و دسترسی دولت به مردم اشکال داره، یعنی از اول این یک سال و نیم مشکل دارین، توی یک سال و نیم خیلی کشور دیگه بیشتر از 60-70-80% جمعیتشون تازه واکسینه کردن و این دست مدیریت عزیزم، دست مدیریت بهداشته. بله، سپاسگزارم از شما مظفر حسامی پزشک از استکهلم.